هستید، چه اونایی که در ایران هستن، چه اونایی که استرالیا هستن، چه اونایی که هر جای دیگه دنیا هستین، روز و شب کروناییتون بخیر. خدمتتون عرض شود که در خدمت یکی از دوستان عزیزم آقای دامون آریان هستیم، وکیل مهاجرت از مجموعه انتخاب و سلکت ویزا. ازشون دعوت کردم که به رسم روزهای گذشته که دعوت میکردیم از 4 تا آدم حسابیه تو کامیونیتیمون، 4 تا بیزنسمنی که برها شناخته شدن، با مایندستشون آشنا بشیم، با راه و روش زندگیشون آشنا بشیم، اون مسیرشون چی بوده. دامون جان خیلی خوش آمد، خودتون یه معرفی بکن، من شروع میکنیم. چشم، بذار من اینو صدا اینو قطع کنم. خب مرسی میلاد جان که منو دعوت کردی و خب هم به آدینس های شما از اون ور، هم آدینس های خودم از این ور، سعی میکنم که یه جوری گذاشتم آی کانتکت دو طرف داشته باشم. من دامون آریانم و همین دیگه و آره، من میدونم که من و دامون با هم دیگه وقتی بهش گفتم که من یه برنامه لایف دارم، دامون به من گفتش که میلاد بیا خیلی تبلیغاتیش نکن، من به اندازه کافی ویدیو تبلیغاتی و سوال و جواب و هی در مورد ویزا و انواع و اقسام سوالات میگم و میپرسم. بعد به دامونم گفتم که نه، یه گپ دوستان است. دامون داشتم فکر میکردم که من کی با تو آشنا شدم. یادمه که 10-12 سال پیش قبل از اینکه بیام استرالیا بود، اصلا فکر کنم هولوش مثلا سال 2006-2007 اون زمان یه گرومی بود به نام مایگرند هلپ. من اون زمان از اونجا اطلاعات که چطوری مثلا آقا این فرم چیه، چطور مهاجرت میشه، که کسایی رفتن استرالیا، اینو از کجا بخریم، اونو از کجا بخریم، گواهینامه رو چجوری بگیریم، این اطلاعات اونجا پیدا میکردیم، سوال جواب میکردیم. خیلی جمع دوستانه بود اگه یاد باشه. موقع میلاد نقشه بردار بودی؟ آره دقیقاً موقع چون ما نقشه برداری اومده بودم، دقیقاً میلاد نقشه بردار بودم. بعد یادم اون موقع منم دامون برنامه نویس بودم. برنامه نویس بودی؟ آره. خب دامون جان بگو از داستان زندگیت بگونم. آره اون موقع یادش بخیر، اون موقع مثل الان نبود تلگرام و اینستا و اینا، نمیدونم اینستاگرام بود اون موقع نبود، یادم نمیاد. بچه ها میگن که صدات داره بر میگرده، نمیدونم، من که هدست ندارم، حالا نمیدونم چه کنم، کاش که من یه هدست داشتم، خیلی خوب بود اگه هدست داشتم. هدست همون هایی بردم با خود. آره ما کمپانی احتمالاً درست میشه. آره ما این جنگ زده های سوری زدیم بیرون دیگه. اوکیه. آره بعد من یادش بخیر اون موقع، الان نمیدونم اینستاگرام اون موقع بود یا نبود، ما نمیشناختیمش، حداقل همون سال 2005 و 2006 بود. یادمه یه وبلاگ بود اون موقع، خب اینفلوئنسرا وبلاگ نویسا بودن، مثل الان که حالا اینفلوئنسرا توی اینستا و اینا، فیسبوک و اینستا، اون موقع وبلاگ نویسا اینفلوئنسرا بودن. یه وبلاگی بود به اسم زیر آسمان استرالیا، بعد یه پست میذاشتن در مورد استرالیا، بعد تو کامنتاش هم ملت با هم چت میکردن، یا یه پست میذاشت اصلا هیچ کسی پست رو نمیخوند، بعد تو کامنتاش آره 2000 تا کامنت تو اون چت میکنه، این سه عجیب سوال میومد تو جواب سوالی که مثلا یکی راجبه مثلا اون زیر 1000 تا چیز میومد، هی مثلا این 500 صفحه شده جواب اون سواله، یادش بخیر. آره خیلی تو ناجوری بود. بعد ما دوتا بچه ها بودن، یه زن شوهر بودن، شهرام مریم، اینا گفتن آقا یه فروم را بندازیم اینجوری که نمیشه که. بعد گفتیم آقا را بندازیم، راه انداختنش شد مایگرنت هلپ. منم فکر می‌کنم سومین عضوش بودم. حالا خیلی اتفاقای قشنگی افتاد اونجا، 2-3 سالی من بودم و بعد چقدر ما دعوا می‌کردیم، چقدر بچه بودیم، الان که فکر می‌کنم میگم چقدر بچه بودیم، چقدر سر چیزای الکی اصلا خوب می‌شد، سر چیزای الکی به هم می‌پریدیم، ولی خب به خیلی کمک کرد، منم خیلی کمک کرد. و بعدش هم که
جامعه باز ایرانیان استرالیا رو با چند تا از بچه ها رو انداختیم و بعدش دیگه رفتیم تو تلگرام. تو من اون زمان میخوندم تو اینقدر مطلب نوشتی راجع به ویزاهای مختلف، من همون موقع خیلی جالب، مثلا منم اون موقع اصلا در مورد فقط کیس خودم چیز میز بلد بودم. خب بعد اون زمان شده بود هر کس مثلا از یکی میپرسیم مثلا بوده بابا من کیس من اینجوری بود، اون موقع هم مثلا الان اینقدر هزار یک بند و تبصره آنچنانی نداشت. اما من مثلا میدیدم که خب آقا ما کارمون تموم شد رفتیم استرالیا، دامون هنوز داره مینویسه، هنوز داره میخونه، بعد این هنوز آپدیت، خدایا کی رفتی زدی تو این داستان مهاجرت، کی شغلتو عوض کردی؟ اینو داشتم میگفتم، بعد دیگه تلگرام و اینا شد میلاد. چی شد که من وکیل مهاجرت شدم؟ میلاد اینجا بذار من این کامنت فیسبوک رو میگم، فیسبوک کامنت های این اینستا رو وا کنم. بچه روی اینستا صداها مشکل داره، کسی یه فیدبک بده اینجا اگه صداها مشکل نداره. خب مثل که صدا مشکل نداره. اوکی، روی فیسبوک اگه صداها مشکل داره دوستان بگید، فکر میکنم اوکیه اینجا. اوکی دتس اوکی. آره خب من اومدم استرالیا 2009 بود دیگه، ویزا گرفتم دیگه. اون موقع ویزا 2-3 سال طول میکشید، منم خودم داستان ها داشتم تا به ویزا رسیدیم. بعضی وقتا واسه بچه ها تعریف میکنم یه ذره انرژی بگیرن سر این تغییرات که همیشه بوده. حالا اون موقع ما تو جزء اونا بودی که به آیلتس 6 خوردی، ما اون موقع 2006 می‌خواستیم اقدام کنیم، با آیلتس 5 میشد اقدام کرد. ما آیلتس 5 هم گرفته بودم، همه چیز پستی بود، از سپتامبر 2006 بود فکر می‌کنم 2007 قرار بود قوانین عوض شه. اسکیل اسسمنت من تو پست ایران گم شد، مثلا 3 سپتامبر رسید دست من، نتونستم لاج کنم. بعد دیگه رفتم تا 6 بگیرم، آیلتس رو بستن تو ایران، انگلیس رفت تو این داستانای تحریم، آیلتس دیگه ایران نمیگرفتن، رفتم دبی امتحان دادم، اون کسی نمیدونست چی به چی، مثل الان نبود که هر کی میخواد هر جا میخواد بره امتحان بده همه چی بدونه، اصلا داستان عجیب غریبی. بعد 2009 ویزا گرفتم اومدم. خب من که نرم افزار خوندم، مهندسی نرم افزار خوندم دانشکده فنی دانشگاه تهران. اگه یه ذره بیشتر خودم بگم، من متولد تهرانم، مرداد 58، مادرم متولد آبادان، پدرم اصلیتا عراقی ولی متولد و بزرگ شده اهواز. خودم هم یه جورای خودم خوزستانی میدونم چون که اهواز بزرگ شدم تا 14 سالگی و بعد اومدیم تهران با خانواده. یعنی یه مهاجرت من تو سن 2 ماهگی داشتم از اهواز به تهران، یه مهاجرت از 14 تو سن 14 سالگی از اهواز به تهران، یه مهاجرت تو سن 24-5 سالگی فکر میکنم از ایران به مالزی، 2 سال مالزی بودم، 1.5 سال، یه مهاجرت از مالزی به استرالیا، یه مهاجرت هم از مالزی دوباره به ایران. حالا بعدش چی میخواد بشه، اصلا تخصص مهاجرت شده، بعدش چی میخواد بشه رو خدا میدونه. این که چی شد وکیل شدم، خب حالا دیگه خودت گفتی، از همون هولوش 2006-2007 خب فعال بودم بر حسب علاقه شخصیم و خب این که بعدش هم یه وبلاگ من می نوشتم، وبلاگ هم اون موقع خوب بود، اینفلوئنسری واسه خودمون حساب می شدیم، تتلون نبودم ولی خب اون موقع وبلاگ نویسا گفتم اینفلوئنسر بودم، من تقریبا جز اصلی های وبلاگ نویسای ایرانی بودم حتی تو استرالیا. مثلا چند بار حالا اگه رفتیم ایران نگیرنمون، چند بار بی بی سی مثلا روی پستای من مطلب رفتن و یه برنامه اون موقع داشتن در مورد وبلاگ ها اینا صحبت میکرد، اسم برنامهش یادم نیست. همایون با مصاحبه کرد، همایون که میشناسی؟ نمیشناسم من، همایون فامیل همایون رو یادم رفت، اون موقع نماینده بی بی سی بود توی ایران، بعد توی استرالیا، بعد الان ایران اینترنشناله، دوستمون بود، فامیلش یادم نمیاد. آره یادم اومد. حالا anyway خلاصه واسه خودمون شلوغ خاری زیاد میکردیم.
بعد فکر می‌کنم 2011 بود من اومدم استرالیا. خب برنامه‌نویس بدی نبودم، حالا گفتم مرداد ماهی هم یه ذره خودم زیاد شاید تعریف کنم خوشم بیاد از اون دوستانه. آره ببین میلاد، من نمیخواستم بیام واقعیت. خب توی لایو چون میدونی که منم مثل خود فوشخورم خوبه. آره ولی گفتم الان میام میلاد بعد خودم به خاطر من فوش میخوره که چرا اینو آوردی. نه بابا من خودم دیگه پوستم کلفت شده. اوکی. آره ولی دو تا ویدیو خوب دیدم با فکر میکنم که دوستمون که آمازون کار میکرد، من ازتون اسم ضعیفم ازش شروین. آره شروین و امیر دیدم خیلی اینسپایرینگه. ببخش شده من هی رفتم توی جای دیگه بحث توی یادم هست. آره دیدم خیلی برام خودم خیلی اینسپایرینگ بود، چون که ماها خب حالا احتمالاً زیاد کتاب بخونیم، زیاد مثلا از این ویدیوهای انگیزشی نگاه کنیم، حالا در خود من چه میدونم برایان تریسی و نمیدونم آنتونی رابینز و اینا، نمیدونم ریچارد برانسون و اینا که انگیزشی تو سطح بین‌المللی صحبت میکنن، اوکی باحاله. ولی میک سنس وقتی که شروین مثلا برای من صحبت میکنه که یه ایرانی مهاجره تو شرایط من اومده به یه جایی رسیده، میک سنس حرفاش برای من یکی حداقل جذاب‌تره. حالا من نمیگم آدم موفقیم، ولی خب شاید یه سری کارا کرده باشم برای بعضی ها اینسپایرینگ باشه. اوکی آره فقط گفتم شاید به این دلیل بد نباشه بیم. ما توی یکی از این کانالای تلگرامی و اینا تبلیغ دادیم یکی دو ماه، بعد خودم می‌خواستم کنسلش کنم تو استرالیا، چون گفتیم حالا یه ذره تبلیغ بدیم تو استرالیا، اسم نمیارم حالا. بعد خودشون زودتر گفتن آقا ما یه ماه دیگه با شما نمیریم. گفتیم چیه مشکل چیه؟ گفت ما هر وقت پست از شما میذاریم، از آریان میذاریم، میان فوش زیاد می‌نویسن، چند تا میان فوش می‌نویسن، ما عادت نداریم. حالا کاری ندارم که کارشون غیر حرفه‌ای، یعنی یه مدیا قاعدتا باید تحمل داشته باشه بدون هر کسی، بالاخره موافقا مخالفای خودشو داره، معمولا هم مخالفا خیلی قوی تر ظاهر میشن در میادین. اما خب گفتم حالا براتون این داستان پیش نیاد، حالا بحث فوشکشون نه بابا حل بابا. آره حالا خلاصه سعی میکنم زیاد از خودم تعریف نکنم، از کارهایی که کردم برای تعریف کنم که اتفاقا برنامه معرفی کسی شاهد ایجاد نشه. اتفاقا ببین برنامه چون معرفیه چون می‌خوایم بدونیم واقعا این تو چی میگذشته، کجاها راه تو پیدا کردی، این مایندست به هر حال الان شما به اون هی من میگی تعریف کنم، به هر حال شما یک از قوی ترین وکلای مهاجره بیزنسی راه انداختی، اسکیلش کردی، بزرگش کردی، یه پات اینجاست یه پات ایران، یه پات ترکیه است فکر کنم الان استانبول یاره استانبول اماره در نتیجه میخوایم ببینیم که دقیقا مثل شروین و امیر و بقیه دوستان داشته، میخوایم ببینیم خب یک آدمی که مسیر موفقیت رو داره طی میکنه چی میشه، چی تو مغزش شکل میگیره، مایندستش چیه، اشتباهاتش کجا بود، از کجا به کجا رفته. باشه هستم. چی شد وکیل شدم؟ سوالات یادم نره. آره هی داشتم سوال ملت رو جواب میدادم، یه دفعه یکی از دوستان خونم بود، اتفاقا توی خونم اون موقع آلتیما بود، بچه های سیدنی میشنسن توی سیتی سی بی دی. امید دوستم خونمون بود اون موقع، دانشجو بود اونجا، بعد رفت آمریکا، حالا دوستای قدیمی بود، پیش من بود، بعد دید من دارم تلفنی با یکی تو ایران صحبت میکنم، داشتم بهش ادوایس میدادم این کارو بکن این کارو، این کارو میکردم دیگه. مثلا طرف میگه مثلا دامون، مثلا موقع منم اسم دامون میشناختم، فامیلم هم کسی نمیدونست، مثلا دامون من اینجوریه، داستانم اینجوریه، بعد میگفتم با تلفنم بهش میدادم، گفتم یه زنگ بزن بهت بگم، موقع ایمو اینا راهنمایی میکردم. حالا امید شنید و بعد داشت گوش میداد، گفت دامون تو چرا خودت نمیری وکیل بشی؟ حالا من موقع برنامه‌نویس بودم، برنامه‌نویس بعدی هم نبودم کلا، گفتم که راست میگی باور کن، یعنی مسیر زندگی من مسیر زندگیمو اینجوری چیده بودم که خب همینجوری برنامه‌نویس بهتری باشم. من تو ایران هم مثلا همکاران سیستم کار میکردم، جز آدمای خوب اونجا بودم، ولی نمیگم بهترینا،
بعد مالزی توی شرکت آمریکایی، توی استرالیا سری کار پیدا کردم، سری میدونم سینیور دیولپر، تیم لید. موقع تو این شرایط بودم که آقا مثلا الان حقوقم 120K، پلانم این بود که مثلا 6 ماه دیگه بیام رو 150 تا نمیدونم، بعد برم کانترکت برام پلان پلان. اصلا پلانم وکالت و اینا نبود. بعد میلاد، مسیر زندگی من در عرض یک ساعت عوض شد. یعنی امید که به من اینجوری گفت، گفتم راست میگه، جدی میگم، گفتم که راست میگی میلاد امیدا. بعد رفتم نشستم پای کامپیوتر، نگاه کردم دیدم ANU میتونم ثبت نام کنم، ANU ثبت نام کردم، ثبت نام کاندیشنال کردم، یه نمره آیلتس 7 فکر میکنم باید بهشون میدادم آکادمیک، کاندیشنال ثبت نام کردم، قسط اولش هم همونجا دادم، باورت نمیشه، یعنی تو یه ساعت. و بعدش رفتم آیلتسم دیگه، ما 20 روز بعدش دادم ثبت نام کردم، رفتم نشستم سر کورسم، این شد که دیگه شدم وکیل مهاجرت دیگه. خب حالا میبینم الان بعضی بچه‌ها هستن میان استرالیا که وکیل مهاجرت شن. آفرین. اون مدلش هم جالب گفتی. ببین من تو فکر کنم نقطه مقابل منی، من مهندس نقشه‌بردار بودم تو ایران، هم که مهندس ها میدونید کینگ هم، یعنی دست به کشومی نمیزنن، کارگر کارگر کارگر. ما اومدیم اینجا من از ناراحتی یعنی من به یه جایی رسیدم برعکس تو که تو مسیر کارمند رو چی تقیی میکردی، مثلا هر روز بهتر باشم من داشتم از اولی کم که نقشه‌برداری رو پارت تایم کردیم، پارت تایم رفتیم دوباره درس خوندیم، یعنی پوستم کنده شد تا من تونستم چیز بگیرم. ولی جالب اینجاست که دقیقاً مشابه خودت، جالب اینجاست که برخلاف خودت، جالب اینجاست که تو داشتی مثل به قول معروف مثل بچه آدم مسیر کارمندی رو طی می‌کردی، عوضش کردی. اوکی، دست خیلی خوبه. خب بعضیا مثل من عصبانی میشن، ناراحت میشن، یه کاری میکنن، بعضیا مثل تو یهو یک ساعته مسیر زندگیشون عوض میشه. من صدا تو اینجا ندارم. نه البته فکر کنم، چرا ببخشید، من خودم باید نه میوت شدیم. اوکی شد. اوکی، چون وقتایی که تو حرف میزنی، چون میکه منم میگرف دابل میشد صدات. آره ببین، واقعیت اینه که من شخصا فکر میکنم که تصمیم خیلی خوبی تو زندگی ایجاد شد با یه همچین اتفاقی، چون واقعیت اینه که هرچند خیلی سعی میکردم ولی هیچ وقت کارمند خوبی نبودم. حرف تو کتت نمیره، حرف زور تو کتت نمیره. هیچ وقت کارمند خوبی نبودم. ببین داخلی ها، یعنی خودم،
برای کارفرما همیشه کارمند خوبی بودم، ولی داخلی هیچ وقت از این سر ماه حقوق گرفتن هپی نبودم. بعد من سالای سختی گذروندم. من ایسی هولوش یک سال و نیم دورم، یک سال و نیم طول کشید. برای بعضی ها میتونه یه سال هم جمع شه، حداقل اون دوره که ما تو ANU داشتیم. تو این یک سال و نیم هم فول تایم کار میکردم، هم تازه بچه دار شده بودم. من پسرم 2012 به دنیا اومد آگست. همین که خب خیلی خانمم کمکم کرد، یعنی خیلی درکم کرد. بعد منم واقعا درس میخوندم میلاد، یعنی چون برام جذاب بود. بعد از یه محیط فنی و مهندسی اومده بودم، داشتم تکستای حقوقی میخوندم، کلا مایندستم رد داده بود یه مدت. آره، ولی بعد واقعا سال سختی رو داشتم. بعد وقتی که شروع کردم کارمو، خیلی باز هنوز اون انکوریج رو نداشتم، هنوز اون ریسک پذیری رو نداشتم که بیام از کارم بیرون. اوکی okay. یعنی من 2013 بود که دیگه درسم تموم و مارامو گرفتم و رسما دیگه مایگریشن ایجنت بودم. حالا تازه من اون وسط غیر از اینکه درس میخوندم کارم میکردم، واسه یکی از استادام اسکیل اسسمنت میگرفتم، یعنی کارم میکردم چون میخواستم همزان داشته باشم، یعنی یه ذره کار مهاجرتی هم میکردم. بعد وقتی که 2013 عملا من تا 2015 اینطورا هنوز دوتا کار رو داشتم، یعنی هنوز نتونسته بودم از اون آباری که دل بکنم. و من خودم فکر میکنم اگر بخوام برگردم عقب، شاید 2013-14 دیگه باید بیخیال میشدم، میومدم فوکوس میذاشتم. و چون من کلن تمرکز به کاری نداشته باشم خیلی موفق نیستم. و حالا بحث تمرکزه، یه جمله بهت بگم بحث تمرکز، که وقتی میری فکر کن بگو مالکیه چی میگفت، میگفتش که یه مبارز خیلی عالی لزوما قوی ترین یا باهوش ترین یا بهترین مبارز نیست، مبارزیه که رو مبارزش متمرکزه. نمیدونم مالکیه، جیم ران؟ نه، مال بروسلیه. آره، منم خودم یه ذره روی این اعتقاد دارم، یعنی باید تمرکز وجود داشته باشه. و یه بازه ای من تمرکز رو نداشتم، ولی خب خوب بود، درآمدم هم بد نبود. بعد حالا کارهای دیگه یه سری، حالا مثلا کار صرافی رو انداختیم، خوب بود، با مجید کار کردیم، کاش که دعوتش کنیم. آره، از اسمش دعوت کردم. اتفاقا جوان های اصلی در توی تو بهبوهای کش و قوس تایم ست کردن و اینو دارم. یه سوال داغ ازت بکنم، الان یادم اومد. بگو. میتونی میکروفونت رو بندی؟ چیز ببینید، خیلی هایی که میشناسنت یا اونایی که با ما هم دوره بودن، ما هایی که با هم به قول معروف اینجا رشد کردیم، با هم اومدیم، هم دیگر رو میشناسیم، میپرسن که مثلا یا ازت میپرسن، مثلا از من پرسیدن که من چون با تو کار میکنم سال هاست، میام ایران میرم با هم کار میکنیم، میپرسن که میداد دامون چی شد یه هکند به به چه چه از یه بیزنسی به به و چه چه و زیاد شنیدیم. خب اما هیچ وقت معروف هیچ چیز نمیاد از توی بیزنس سختی توی بیزنس بگه به مردم که آقا چی شد که الان به 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 و چه چه رسیده. خب بیزنس رو تر روز اول اینجوری پول در میارد. حالا ببخشید یه ذره پول در آوردن، متاسفانه من میدونم آدینس های تو اینجوری نیستن، آدینس های منم اینجوری نیستن، ولی کلا پول در آوردن میدونی که یه جورایی ضد ارزشه تو ایران. آره، ولی خب آره پول هم میارم. والا من چی شد که اینجوری شد؟ در وقتی که متمرکز شدم میلاد، یعنی اگر بخوام، حالا به قول تو اسلایس میگی، آره یه دونه اسلایس، یکی از اون اسلایس طلایی، اگه بخوام بخوام اسلایس بدم، واقعا فوکوسه، واقعا تمرکزه. خب و داشتن ویژن. من از وقتی که ویژن داشتم و متمرکز شدم رو ویژنم، نمیخوام مدل براین تریسی و نمیدونم اینا حرف بزنم، ولی واقعیت رو دارم میگم، این چیزی که خودم تجربه کردم، امیدوارم به دردت کسی هم بخوره.
وقتی که ویژن داشتم و متمرکز شدم واقعا جامپ داشتم تو کارم، تعارف نداریم. خب چی شد که اینجوری شد؟ یعنی چرا؟ آره ببین، از بیرون همه بهبه و چهچه میکنن، اما من و تو میدونیم که اسکیل اپ کردن بیزنس از یه بیزنس یک نفره بعد بیای بکنیش بزرگش کنی کار هر کسی نیست. ببین تو پیش من بودی همین امسال، فکر کنم 4-5 روز پیش من تو دفترم صبح تا بعد صبح تا شب با هم بودیم دیگه. آره. من یه روز کاریمو همین الانش که نزدیک 60 تا کارمند دارم، تازه قبلشو نمیگم، قبلش که کارمندم نداشتم خیلی بیشتر کار میکردم. یه روز کاری من اینجوری واقعا 5-6 صبح بیدار میشم، ایمیلامو چک میکنم، کارامو انجام میدم، چون هنوز تایم، چون تو ایران زندگی میکنم اون تایمان با استرالیا هرچی نزدیک تر باشه، اگه تلفنی لازم باشه بعضی وقتا تلفن باید بزنم 4:30 صبح 5 صبح، تقریبا هفته 3 بار اتفاق میفته. پا میشم و دیگه نمیخوابم و تا ساعت 7-7:30 اگه پسرمو باید ببرم مدرسه میبرمش مدرسه، بعد میام دفتر. همیشه تقریبا اینطوری بوده، اگر کاری برام در جلسه چیزی بیرون نباشه صبح زود، از همه کارمندام زودتر میام دفتر. آفر و مثلا 3:45 بعد از ظهر که از دفترم میرم، باز تو خونه شبا دارم کار میکنم، باز دارم هندلینگ میکنم. کار میکنم. خیلی الان که روزهای اوج موفقیت تو روز چند ساعت کار میکنم؟ میره بابک کنم روزی 14-15 ساعت کار میکنم. از نظر من زمانهایی که دارم مطالعه میکنم، زمانهایی که دارم فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم، چون میگم یه جا بشینم دارم به یه چیز فکر میکنم، یه کار دیگه نمیتونم بکنم و مثلا تو یه روز میشینم 2-3 ساعت فقط روی مسئله خاصی تو دفترم فکر میکنم. جلسه میذارم با بچه ها، برینستورمینگ میکنم، کاری که پشت کامپیوتر بشینم ایمیل بزنم و اینا مثلا روزی 3-4 ساعت 4-5 ساعته، ولی بقیهش یا دارم با این حرف میزنم، با این مدیرم حرف میزنم، با مدیرم حرف میزنم، با کلاینت هم حرف میزنم. واقعا شاید مثلا میانگین هفته من راحت بالای 90 ساعته. اوکی. یه چیزی گفتی الان مدیر، یه چیز جالب بگم. من اولین بار که حقوق دادم، یعنی ببین چقدر طول کشید که اصلا به این نقطه‌ای برسم که، چون اولش همش کانترکتی بودم، میگفتم حالا فعلا تا به اندازه تایمت پول بگیر، ای بی ان تو بیار فلان فلون. از اون جایی که کامیتت شدم پول بدم، اولین باری که حقوق دادم، یعنی ببین دست و دلم میلرزید که آیا یه چیزی میمونه، آیا بس برای آیا دارم ریسک میکنم، تازه داشتم یه قرون در میآوردم، آیا تنبلی خودمه من دارم مثلا حقوق میدم این داستان. چون میدونیم این واسه این میگم که خیلی از مخاطبین من و مخاطبین شما کارآفرینن. خب بعد شروع این کارآفرینی در یک مملکت جدید، وقتی زبانش جدیده، فرهنگش جدیده، قانون چکش جدیده، قانون استخدامش جدیده، عملا انگار با چشم بسته اومدی، تا یکم طول بکشه چشمت باز بشه، آموزش ببینی، مطالعه کنی، از چهار نفر مشورت بگیری، طول میکشه. با این حال توی همون 1-2 سال اکثر ماها یا اکثر کارآفرینا اون اعتماد به نفسشون از دست میده. یه نمودار یو شکل رو من طی کردم وقتی اومدم استرالیا، من اعتماد به نفسم از دست دادم، از دست دادم، اومدم پایین پایین، اومدم تو قرقر. خب بعد دیگه به خودم گفتم نه دیگه داداش نمیشه، باید یه کاریش بکنی، اومدی به مملکت جدید، می‌خوای قرار بود زندگی خوب درست کنی، یه کاریش بکن دیگه. بعد دوباره به قول معروف زور زدم بیام بالا. تو این مسیر زور زدن، یکی از جایی که من تو بیزنسم، گلوگاهای بیزنسم، من اون جایی بود که اولین استخدامم که حقوق میدم. اولین جایی که حقوق دادی چه احساسی داشتی و آیا احساسی این داشتی که یه ریسک بزرگی رو داری متقبل میشی؟ توی اولین حقوقم خب تو استرالیا بودم دادم. نه واقعیت ببین، من کار منم شبیه کار تو بود، چون یه مدت سولو کار کردم، خودم تنها کار کردم، یه اندازه سیوینگ داشتم تا به یه جایی برسم که دیگه لازم باشه که حقوق بدم و میدونستم که در میارم. نه من چیز نبودم، واقعیت خیلی اذیت نشدم. از اول خیلی درگیری داشتی.
نه ای من سعی میکنم از خودم تعریف نکنم، ولی خب تو تعریف کن ازم. نه من جلودین ما دست دادم، یک قرون حقوق دادم، یعنی یک زمانی آقای هستی توی یکی از این سمینارهای صبحانه بیزنسی که میرفتیم، آقای هستی یه حرف خیلی قشنگی زد، برگشت گفتش که در مورد خودش بود، در واقع داشت میگفتش که آره آقا من آدمی نبود، آدم حقوق بگیر نبودم، من برای حقوق گرفتن درست نشدم، برای حقوق دادن درست شدم، فکر کنم نقل قول از کس دیگه ای هم بود. بعد من اون زمان دیدم که ای راست میگه، ببین منی هم که حقوق دادم، حالا منم شاید برای حقوق دادن درست نشده بودم، منم به زور دادم، یعنی من به جایی رسیدم که دیدم نه دیگه نمیشه، باید بدم، باید به قول این سودو کمش کنم. ولی وقتی بعد از چند ماه وقتی بازدهشون رو دیدم که عین اهرم عمل میکنه، چند برابر بهتر از خودم داره کار میکنه، و برای خودم من اونجا انلایتن شدم که بیزنس مجموعه ای از آدم ها هن که یه کارایی میکنن. من باور کن اولین جایی که به باورش رسیدم این بود که راست میگه، من دو نفر رو آوردم ببین الان چهار برابر بیشتر داریم کار انجام میدیم. درسته کاملا باید موافقم. و حرف مجید اومد، من یه جمله دارم تو کارم، خب که این از مجید هستی گرفتم. بگو. این ببخشید من گوشیم زنگ زد. یه جمله دارم از مجید هستی گرفتم، به بچه‌ام همیشه میگم، خب میگم یا سلکت ویزا اوله یا هیچی نیست. اون همیشه میگفت با هم سوال میگفت، من میگم یا مانی میکس باید اول باشه، قرار دوم باشه جمعش میکنم. منم واقعا به این اعتقاد دارم، یعنی از جدی میگم، از دو سال سه سال پیش به بچه هم گفتم میخواید کارتون رو دست ندید، سلک ویزا دوم بشه تو بیزنس مهاجرت ایران، من جمعش میکنم و واقعا این کار میکنم. این حالا گفتی مجدی گفتی، من حتما پیشنهاد میکنم. خب دیگه روحیه جنگجویی خیلی جالبه، شخصیت آدم مختلف فرق میکنه. مثلا یک روحیه جنگجویی در تو هست، خب در من مثلا به این شکل نیست، واسه من این شکلیه. مثلا این روحیه رقابت، جنگجویی منظورم رقابت ها، این روحیه رقابت رو یا یه کاریو نمیکنم یا اگه میکنم. اتفاقا چند روز پیش داشتم فکر میکردم که اینو بگم اصلا یا نگم، یه سری با هم حرف میزدیم سر یکی از برنامه‌ای که داشتی میخواستی انجام بدی، بعد گفتی که نه دیگه میلاد اینجوری فایده نداره، یا نمیام یا اگه میام با قوی بیام بولدوزری. بعد من داشتم با خودم فکر میکردم که جالبه، مثلا استراتژی من شخصا مثلا این شکلی نبود. من همیشه استراتژی اینه که حالا کوچیک شروع میکنم، حالا ببینم به کجا میرسه، فکر کنم شاید مثلا اینقدر که من دوست دارم منیج کنم همه چیو، به قول معروف تو راه در مسیر یه کاریش میکنیم درستش میکنیم. ولی تو ظاهرا یه کمی دامنه برنامه‌ریزی جلوتره. برای چند الان مثلا فورکست بیزنستون برای چند ماه فورکست دارین؟ من یه ویژن دارم واسه بیزنس همیلاد که این ویژن از سه سال پیش عوضش نکردم. خب ویژن من به هیچکی نگفتم تا حالا، هیچ کدوم مدیرام هم نمیدونم. ما میگی؟ به تو هم نمیگم. نمیدونم. یه جایی شاید درست بود که حداقل با مدیرام شیر میکردم که آقا ویژنمون اینه، ولی یه حس داخلی دارم که ویژنمو با کسی نباید شیر کنم. اما چند تا میژن داریم تا حالا قبل این داستانه کرونا. ما میژنمون رو توی سالیانمون رو توی تقریبا اسفند میبندیم. خوشبختانه قبل از این داستان کرونا ما جلسه داشتیم واسه بچه‌ها توضیح دادیم، با مدیرامون بستیم، به بچه‌هامون توضیح دادیم، چون هر سال باید این کارو بکنیم دیگه، میدونیم کارمندان ندونن میژن چیه عملاً فعلی، بعد اونا هم بدونن، باید شریک باشن. میژن امسال سلک ویزا، خب میدونی که ما الان از نظر تعداد نفرات ما 53 نفر خروجی داشتیم توی انتهای 98 که داریم الان 4 یا 5 نفر تو همین شرایط داریم استخدام میکنیم، فقط واسه واسه اردیبهشت شروع کنیم، میشیم دوباره 55 تا و 6 7 نفر هم بیرون داریم. یعنی آوتسورس های تو من نایمه دفترن با
بله من نشمرده بودم بابا سه طبقه هم دوری دفتر دامونواری. آره 55 تا مستقیم، 6 نفرم حالا تو حوزه دیجیتال مارکتینگ، تو حوزه برنامه نویسی، تو حوزه ترجمه اینا، 5-6 نفرم آوتسورس داریم، تقریبا فول تایم تقریبا 60. یه میژن داریم که حالا امیدواریم بهش برسیم، اینه که بیایم روی 70 تا، یعنی اونقدر کار ایجاد بکنیم که به 70 تا برسیم. یه میژن مهم دیگه داریم، آها اینو داشتم میگفتم، ما الان بای فار بزرگترینیم توی ایران. یه سوال قطعت میخوام ببخشید آقا، این تارگت ها، من چون دارم میشتم اصلا تو داری میگی من این تارگتی دارم که مثلا دیگه به 70 برسیم، این تارگت ها از کجا میاد؟ بخ من میخوام شیر کنیم با دوستان و مخاطبین و خیلی ها توی بیزنس هم مثلا طرف میگه خب حالا ببینیم مثلا که دیگه هر وقت کار زیاد شه یکی دیگه اضافه میکنی. ببین تو معلومه که یه بیزنس پلان داری، بعد فورکاست داری، تارگت داری، تو برای اینکه به اون تارگت برسی، اون این عدد 70، این که ما الان 55 نفر 60 نفریم باید 70 باشیم، این از یه جایی میاد که آقا من باید اینقدر بیشتر پرونده بگیرم، اینقدر بیشتر پرونده، 10 نفر آدم بیشتر میخواد. میدونی چی میگم؟ این 70 تا، یعنی عددی که برای رشدت هر سال برای خودت میذاری برای رشد بیزنست، از کجا میاد؟ چطور محاسبه میکنی؟ میلاد ببین، حالا توصیه منه، شاید بعضی جور دیگه کار میکنن، به نظر من حتما باید تارگت داشته باشی یه بیزنس. شاید بعضی ها بدون تارگتون هم کار میکنن. ما معمولا مدیرای اصلی من رو تو تقریبا میشناسی، من یه حلقه مدیرا دارم 5-6 نفر که با هم مشورت میکنیم، مالیم، بحث پشتیبانیم، بحث استراتژیکم. معمولا دیگه توی بهمن شروع میکنیم تارگت های سال بعد شروع میکنیم و اواسط اسفند دیگه به تیم اعلام میکنیم چه جوری به این تارگت ها میرسیم. خب یه سری رویا داریم، یه جمله است، نمیدونم از کی شنیده بودم ولی خیلی تو ذهنمه، نمیدونم شاید خودم ساختمش یادم نمیاد، ولی یه جمله است همیشه تو ذهن من هست، میگه که رویا، هدف یه رویاه فقط ددلاین داره. جالب. یعنی اگر برای رویاها ددلاین بذاری اون میشه تارگتت. ما همیشه یه سری رویاها، یعنی خودم شخصا دارم، تیمم داره و با هم صحبت میکنیم، یه سری برنامه ها رو شاید خیلی وقتتون جلسات که بهمن داریم خیلی چیزا خیلی یهو مثلا خیلی فضایی به نظر میرسه که نه آیا میتونیم اینجا برسیم، نمیتونیم، اصلا آیا شدنی هست نیست، اینا خب تأثیر میذاره. ولی یه سری پلانا داریم که از سالهای قبل تو فکرمون بوده، مثلا این تعداد 70 نفر رو ما 3 سال پیش با مدیر استراتژیکم، میشناسی همینو دیگه، دو سال پیش ما هم صحبت کردیم، گفتیم که سالی حداقل 15% ما رشد تعداد نیرو داشته باشیم. عددا اینجا میاد. اوکی متوجه. این حداقل. یا مثلا یکی دیگه از میژنای ما، حالا میگم منم زیاد کپی میشه، تو هم میشناسی آدمایی که از من کپی میکنن، اشکال نداره. نه جان دنیای آزاد. آره ولی معمولا بهتر میژن نگه، ولی من میگم با تو راحتم، با آدینسات راحتم. یه دونه میژن مهممون واسه 99 اینه که ایزوی سری 10,000 بگیریم. تا حالا میلاد هیچ سازمان مهاجرتی تو کل دنیا ایزوی سرویس و خدمات نگرفته. اوکی. ببین من اتفاقا با مشاورای ایزومون هم جلسه اولی که باشون صحبت کردم، چون کارشون شروع کردم، باشون صحبت کردم، گفتم ببین من خودم تو شرکتای بودم که ایزو توشون اجرا می‌شده، دنبال داکیومنت سازی و از این کارا نیستم. پلنتون رو میگیرم، اگه پلنتون ببینم به درد کارم میخوره تو رشد نحوه ارائه سرویسم اوکیه، بعد شروعش میکنم. میخوام سرویسمون بهتر شه. تو همون حوزه این که سرویسمون رو میخوام بهتر کنم، ما داریم رو سی ام تقریبا 5-6 ماه کار میکنیم. میدونی که دیگه الان
حداقل واسه کار ما خیلی جواب میده. دیگه CRM و Customer Relationship Management عملا از نظر من دیگه کهنه شده. الان Customer Experience Management مهمه و مدیریت، حالا فارسیش میشه مدیریت تجربه مشتریان و مدیریت احساسی مشتریان. مشتریای ما، مخصوصا مشتریای ما، واقعا 50% 50 تا 70% ما اینو آمار گرفتیم، 50 تا 70% تصمیماشون حسیه، رو حسشون تصمیم میگیرن و مخصوصا تو این پروسه مهاجرت. و یک کار مهمی که امسال میخوایم بکنیم اینه که این CM رو نهادینه کنیم. خب تو میدونی تو CM کاستمر جرنی باید مشخص باشه برای هر کدوم از مسیرها، برای هر کدوم از اون پوینت ها باید برنامه داشته باشی. یه اصطلاح بازم هست، اصطلاح DNA، حتما شنیدی. این DNA سازمان باید عوض شه، کار سنگینیه میلاد. یه نکته قشنگ گفتی. ببین تو از رز میخوام بپرسن، میخوام ملت هم بدونن. ببین یک کسی که توی بیزنسش، یه بیزنس کوچکی یه نفره بوده، بعد یواش یواش شروع شده، الان 55 نفر 60 نفر نیرو داره و به شدت درگیر کارهای روزمره زندگیه، تو خود بیزنس رو از کجا یاد گرفتی؟ چون ببین الان این اصطلاحاتی که میگی شاید 50-70% نمیدونم، یه درصد زیادی از صاحبان مشاغل که حتی نیرو هم دارن، استخدام هم کردن، فرض کن 20 نفر 30 نفر نیروی شرکت مهندسی داره، طرف شرکت درافتینگ داره، اصلا به گوشش نخورده، یا اصلا حتی شاید به نظرش بزن ساده بگم، بعضی وقتا به نظرمون میرسه که با این قرتی بازی ها چه روز نشسته داریم کارمون رو میکنیم. این بدنه بیزنس و اهمیت این، الان ما کن CRM، خودت میدونی که خیلی ها اصلا همون CRM هم که الان شما داری میری یک بالاتر ندارن. چی میشه که تو از کجا یاد گرفتی این چرخدنده های بیزنس؟ ببین یه فرقی هست، من اینو میخوام بگم تو لایوام، یه فرقی هست بین آدمایی که یک باری رو ورداشتن به دوش دارن میکشن به یه مسیری میرسونن، حالا ما بهش میگیم موفق، طرف اون سیستم بیزنس رو یاد گرفتی. این شکلی نیست که نشسته باشی تو خونه که خب حالا بریم ببینیم بعد CRM چیه، حالا بریم ببینیم مسابقه، که آدم اصلا اینقدر آدم درگیری داره که تو این چرخدنده های بیزنس رو کجا یاد گرفتی یا چطور شد که یاد گرفتی؟ ببین میلاد، من واسه یه مثال برات بزنم. خب المیرا خانم هم میشنسیش MBA و DBA خونده، خب و الان تن نکرده رو تیدیوش، میومد توی دوره MBAش و تو دوره بعدش و اینا هی میومد روی کیساش با من صحبت میکرد و میگفت دامون اینو که ما انجام دادیم، مثلا اینو پارسال انجام دادیم، اینو پارسال انجام دادیم، بعد همش میلاد از درد اومد، یعنی درده میومد و میشستیم فکر میکردیم، مشورت میگرفتم، منتور دارم من، حتما پیشنهاد میکنم بچه های که میخوان بیزنس بکنن توی اسکیل، حالا مید لیول، ما که بزرگم نیستیم، هنوز هم اسمولیم، میخوام منتور داشته باشن. خود میلاد مثلا یه منتور خوبه واسه خیلی از بیزنس ها. نه خب هستی، من از تو هم خیلی مشورت گرفتم. هر چی برامون اومده، هر چیزی که الان داره توی دوره MBA یا DBA سطح بالا داره تدریس میشه، باور کن من دردشو کشیدم، راهشو پیدا کردم، انجام دادم. گود، آفرین. خب پس مطالعه نبودی که مطالعه پشتشه بشینم جان. پس این مطالعه پشتشه، یعنی رسما میشینیم فایل صوتی گوش میدم و اصلا لازم داره یه کسی که میخواد بیزنس بکنه، لازم داره. مثل اینکه یه کسی که مثلا نقشه برداری یا یه برنامه نویس نیاد خودش رو آپدیت بکنه ببینه که داره چیکار میکنه، مثلا تکنیک های جدید برنامه نویسی، روش های جدید نقشه برداری رو ندونه، خب اصلا نمیشه. یه سوال دیگه، کتاب قاعدتا میخونی، امکان نداره آدم یه اشاره هم کردی آدیو بوک و کتاب و اینا، امکان نداره. چون ببین سرانه مطالعه ما ایرانی ها به طور معمول منفی هستن، حالا چه ای تو ایران چه اینجا، اصلا منفی، یعنی مثلا تو 10 سال رو هم بذاری طرف یه دونه کتاب نخونده. به من بگو چه کتابایی میخونی یا آخرین کتابی که خوندی یا داری میخونی چیه؟ خب
و میخوام ببینم بیشتر. ببین اینو به این خاطر میگم، هدفم اینه که مخاطبم که نشسته اینجا، از چون خیلیاشون که مهاجرت کردن، مخاطبان من اکثرا استرالیان دیگه، مهاجرت کردن و اومدن، دارن شما رو به عنوان یه بیزنسمن میبینن که یه چیز کوچیک رسما یه دونه سیب و کاشتی، الان یه باغ سیب در اومده. خب چه کتابایی میخونی و چه مراجعی رو معرفی میکنی برای بیزنس به طور کلی، برای سواد بیزنسی منظورمه؟ چون بیزنس ببین، همه ما میگیم بیزنس، اکثر ملت میگن آیا مغازه میذاریم، یه فرض کن یه لباسی میفروشیم میشه بیزنس، هم مغازه هم سیستم میخواد. چه منابع رو بونه منابع بیسیک معرفی میکنی که ملت برن بخونن حال کنن، نه کورس منو لازمه بخرن نه چی؟ من مدلم اینجوری نبوده، گفتم مدلم اینجوری نبوده که بشینم یه چیزایی بخونم بعد استفاده کنم. فکر میکنم که کسی که هنوز بیزنس، کسی که بیزنس نداشته باشه، یعنی من خودم هم خوندم مثلا کتابای انگیزشی، اون موقع که کارمند بودم کتابای انگیزشی بیشتر هم این بازاریا، این مثلا چه میدونم، حالا بیام من پرکتیکال ها رو دوست دارم، این بازاریا، برایان تریسی، نمیدونم آنتونی رابینز، اینا هستش تو بازار پره، ولی من فکر میکنم اینا هیچ کدومشون این کاری که دارن میگن انجام ندادن، خودشون به دل من نمیچسبه. اوکی حالا شاید هم انجام ده، ولی خب آره خیلی کامرشاله، یعنی بیشتر میخوان یه چیزی آره بخونه. آره اینا خوبه آدم بخونه، ولی من فکر میکنم تا وقتی که تو دل کار نباشه کسی، استارتش نزده باشه و در احساس نکنه و دنبال مطالعه براش نره، اونجوری که باید بر نمیداره از اون کتابه. شاید من وقتی که کارمند بودم میشستم یه کتاب مثلا One Minute Manager، مدیر یک دقیقه ای رو مثلا میخوندم، خب اون قدی که الان تو این سه سال سه بار خوندمش برای من make sense نکرده. اوکی متوجه. این که بخوام یه چیزی بگم، اگه کسی هم بیزنسی نداره، درگیر کار نیست و اینا، خب من پیشنهادم کتابای انگیزشی، آدمایی که انگیزشی صحبت میکنن، موتیویت میکنن آدم ها رو برای اینکه برن جلو کیپ گوینگ بکنن، یه مدار شناخته دارن. ولی کسی بیزنس داشته باشه، من میگم چیزا رو توصیه میکنم، پرکتیکال ترا، مثلا چه میدونم، مثلا کفش باز رو بخونن واسه نایک. یکی دو تا اسلایس های طلایی داری میدی، خوبه. آره مثلا من میگم کفش باز رو بخونن، مثلا برن کتاب لیدرشیپ فرگوسن رو بخونن، همین فرگوسن منچستر یونایتد، مثلا برن کتاب استیو جابز رو بخونن. خب اینا پرکتیکال. یس چون اینستاگرام اون یک ساعته میخوام اینو ازت حتما بپرسم، هنوزم آرزوهای طلایی تو کلت داری یا حلی دیگه، رسیدی سر قله ای؟ آرزوی طلایی حالا نمیخوام به صورت ویژن بیزنس و سیکرت بیزنس باشه، آرزوهای طلایی که همیشه با خود بگی ببین الان وقتشه که من مثلا اون حرکت قشنگر رو بزنم، یا الان وقتشه که همیشه مثلا دو سال سه سال یه چیزی ته ذهنم یه فکری دیگه هست که ربطی به بیزنس هم نداشته، هنوز توی باکت آرزوهامه، به قول من ربطی هم ممکنه به بیزنس نداشته باشه، هنوز تو باکت آرزوهات چیزی داری و چطوری برنامه‌ریزی می‌کنی براش؟ اینو من واقعا خود می‌خوام یاد بگیرم و من با کمال صداقت میگم، من در ما را 7-8-10 سالی که با هم خیلی نزدیک داریم کار میکنیم، تا یکی از نزدیکتر نه تنها همکار بلکه یکی از رفقای من، دیگه هر جا میگم آقا از همکار گذشته داموناریم، ما رفیقیم رسما. من خیلی چیزا تو یاد گرفتم، یه چیزایی که ازت یاد گرفتم اینه که با در نهایت صداقت دارم میگم که جز محدود کسایی هستی که من وقتی باهات صحبت میکنم، مثلا وقتی میگی که مثلا فرض کن 6 ماه پیش یک سال پیش از تو یه چیزی میشنوم که مثلا یک فکری رو با هم بررسی میکنیم، یه فکر خیلی خامی رو مطرح میکنی، با همدیگه یه کوچولو بررسی میکنیم، و من میبینم مثلا 6 ماه بعد یک سال بعد این عملی شده، قوی داره اجرا میشه. خب چی میشه که ببین خیلی از آدما، من خودم هم جزو اونایی نیستم که بتونم همه افکارم عملی کنم، چیکار این فرایند ذهنیت چیه که یه فکر رو به عمل تبدیل میکنی؟ اول که میلاد جون، من که دارم بهم خوش میگذره دارم با طرف میزنم، نگران اینستا هم نباش، اینستا رو فکر کنم بشه هم دوباره چیز کردم، حالا آدینس های ما خیلی هاشون الان دیساپوینتد شدن، چون احتمالا اومده بودم سوال بپرسن در مورد امتیاز. آره من امتیاز بپرسن و شرمندش میشدم، حالا البته حتی
من انجام میدم. اون قضیه کتابا جمع شد دیگه، چیزی نمیخوای بگم؟ یه چند کتاب دیگه بگم برای خود خوب بده. من اسمش ضعیفم، یه ذره نویسنده رو یادم نمیاد. اگه تو نویسنده رو میدونی یادت میاد بگو. اینا همش مال یه نویسنده است، یکی همین مدیر یک دقیقه، یکی مشتریان دو آتیشه، یکی شیوه نهنگ. آره گانکو اسمش. الان سرچ میکنم دیگه پایین نذارم. آره اینا همش مال یه نویسنده است. این خیلی پرکتیکال مینویسه. ریچارد برانسون هم پرکتیکال مینویسه، چون اینا کار کردن، اینا خودشون بیزنس کردن. کن بلاچارد، عزم به خدمت کن بلاچارد. آره. این سه چهار تا کتابش رو، دوست کتاب دیگه هم داره ولی این چهار تا رو یادم بود، برای من خیلی خوب بوده. روی داستان چی بود؟ آرزو و ایده و اینا. آره آرزو چی داری؟ این فکر لامصب رو چطور عملیش میکنی؟ خب من که گفتم فقط تمرکزه، یعنی خب نمیشه اگر واقعا کنی روی هم انتخاب سلکت ویزا هم فرض کن برنامه بعدی خودت میشه دو تا هندونه. ببین میلاد، من یه بچه تمایز بگم نسبت به سلکت ویزا نسبت به بقیه. خب با اجازت ببخشید، البته امیدوارم بار تعلیقاتی نداشته باشه. ببین من درسته من خودم مشاوره نمیدم، فقط کیسای خیلی خاص باشه میام مشاوره میدم، چون فکر میکنم، حالا شخصا فکر میکنم شأن وکیل مهاجرت این نیست که، چون مشاوره رو یک فرایند جذب مشتری میدونم. اوکی شما نیرو داشتی اونجا دیگه، شما یه فرایند یعنی افتخاراتش خودشون مشاوره میدن، خودشون کار انجام میدن، ولی من نیست. حالا من به اونم احترام میذارم، برا من نیست. من یکی از افتخاراتم توی سلک ویزا اینه که 15 تا حداقل من وکیل مهاجرت دارم تو حوزه‌های خودشون. چون ما سایزمون زیاد بزرگه، کار زیاد داشتیم. خب ببین یه وکیل مهاجرت مثلا، حالا خب اون دو رقم اول ما را مشخصه، منم خیلی قدیمی نیستم، از من قدیمی‌ترم بچه‌ها هستن، خب که احترام هم همیشه بهشون گذاشتم، اسمشون هم میارم باشون بعضی هم صحبت کنم، مثلا سیروس از من قدیمی تره، دکتر احمدی بچه ها. ولی خب مثلا یه نفر که دو سال سه ساله که مارا رجیستر شده، مثل خود من، من تازه من خیلی میشناختم میلاد، تو دیگه میدونی من وقتی که گفتم دارم درس میخونم، دارم مارا میگیرم، از 6 ماه قبلش یه سری آدم به من گفته بودن دامون هر وقت مارا تو گرفتی بیا فلان اسکیل اسسمنت ما رو انجام بده. اوکی و بعد بیا وکالتمونم توی اداره مهاجرت قبول کن. من خیلی میشناختن، یعنی من گفتم مارا شدم 40 تا پرونده دستم بود. درست. آره مثلا 35 تا اسکیل دستم بود، 5 تا بیزنسی دستم بود. ولی یه نفر که تازه میاد کراک این دوده مارکت میکنه، معمولا تا بیاد شناخته شده بشه، مردم بهش پرونده بدن. آره من اونو قبول. شاید مثلا اون جایی که خودم گیرم ازت دوست دارم بدونم راستش بخوای اینه. این نمیخوام بگم چه صحبتی ما کردیم با هم. بگو. من هدف اینه که جواب سوال تو رو بدم. اصلا گفتم نمیخوام چیزی صحبت کنم، مارکتینگی صحبت کنم، میخوام بگم چرا من میگم که 15 تا وکیل مهاجرت تو دفترم دارم حداقل. خب یه نفر که مار ایجنت میشه 3 سال کار کرده، 4 سال کار، 3 سال 2 سال کار کرده، احتمال خیلی قوی ماکسیمم تعداد پرونده اسکیل ورکری که جمع کرده تا آخرش رسونده ویزا گرفته، خب عددش مثلا یه چیزی بین 30 تا 40، 40 تا 50. اوکی یه همچین آدمی احتمال خیلی قوی با این شرط که پرونده ویزای بیزنسی 2 سال طول میکشه، 24 ماه طول میکشه، به احتمال خیلی قوی هنوز هیچ پرونده بیزنسی تکمیل نکرده. اوکی اما من 15 نفر تو دفترم دارم اسپشالایزدن، یعنی من مثلا اسمم میارم، مثلا علی اکبری رو دارم که حداقل بالای 400 تا پرونده مهندسی رو از اول تا آخرش برده. اوکی
مثلا نویدو دارم، نویدو که میشناسی آقای امان‌آبادی، نویدو دارم که بالای مثلا 1500 کیس از اول تا آخر رفته. مثلا امین اکافور رو دارم ته مثلا 100 تا پرونده بیزنسی رو درآورده. مثلا مهتی رضاییان رو دارم، باید ببخشید بچه هم اگر حال بعدم بشتن اسماشو نیاوردم، واقعا 15 تا آدم اینجوری دارم. خب مشاورام هر کدومشون بالای 1000 تا مشاوره دادن، یعنی 4 تا مشاور دارم هر کدومشون بالای 1000 تا مشاوره دادن. خب چه تلفنی اصلا 1000 تا خیلی بیشتر. میخوام بهت بگم که من یه آدمایی دارم که یه سری کارا رو برام مطمئنم بهشون میدم انجام میدن. اوکی، یعنی به عنوان یه وکیل مهاجرت مسئولیت قانونیمو باید قبول کنم، یه سری مسئولیت قانونی دارم، اونم اینه که کلاینتام تو بزنگاه همشون میتونن با من ارتباط بگیرن، تلگرام من براشون بازه، هفته هر روز تقریبا هفته 3 تا 1 ساعت 2 ساعت من وبینار براشون میذارم. خیلی بعیده یکی از کلاینتام بگه من میخواستم با دامناریان صحبت کنم نتونستم، تو هم بودی تو دفترم. تقریبا روزی 3 تا هم جلسه حضوری، حداقل بین 3 تا 4 تا هم جلسه حضوری با کلاینتام دارم. دیدی دیگه. خب یعنی اون مسئولیت قانونیمو دارم انجام میدم، چون تو ایرانم خیلی راحت‌تر انجام میدم. به کلاینتام پرونده هاشون حواسم هست، تقریبا از اون 10 15 ساعتی که در روز بهت گفتم 6 ساعتش میره برای این چیزا، یعنی روزی 2 ساعت من میرم تو تیم ساپورتم میشینم، لپتاپم میذارم، جام ندارم. طبقه چهارم که بودی، طبقه چهارم اتاق خودمه، میام میرم طبقه اول پیش بچه های ساپورت میشینم، لپتاپم میذارم، هر جایی که باشه، یه نفر مرخصی باشه، یه جای خالی باشه، بعضی وقتا رو موب میشینم، میگم بچه ها هرچی هستی که بچه ها میدونن، هرچی هستش میام با هم گپ میزنیم، اون مسئولیت قانونی انجام میدم. اما باز من آدمایی دارم که خودم، من به این داستان افتخار میکنم چون همشون دست پرورده خودم هم. من مثلا از نوید سوال میپرسم، میلاد مثلا از آی اکبری، آی چگینی، از حتی از امین، از آی رزین سوال میپرسم، میگم این داستانه چجوری بود، مثلا علی این چجوری بود، مثلا امین این چجوری بود، تو این پرونده یادت مثلا این کارو کرده بودی چی شد نهایت. میدونی چی میگم؟ میخوام به اینجا برسم که جواب سوالتو بدم، که جواب سوالت اینه که آدمای خوبی تو تیمم دارم، بچه های قوی تو تیمم دارم. گرفتم، متوجه شدم. آره ببین، تو در واقع لورج میکنی، یعنی الان من خودم جواب سوالمو تا یه حدی از بین حرفات گرفتم و این تفاوت بین الان علت اینکه تو تونستی صادقانه داریم، نمیخوام تبلیغ کنم، صادقانه داریم مقایسه میکنیم. من با این همه ادعام بیزنسم از تو بزرگ نشده، دلیلش اینه که من هنوز اون همون که گفتم اولین تفاوت من در اولین حقوق دادنم و تو راحت تر از من لیورج میکنی، اهرم میکنی. و الان مثلا توی تیمی که تو 15 تا آدم مشاوری داری که 100 خورده 1000 تا پرونده رو تمام کردی، اینا هر کدومشون عملا خودشون یک بیزنسه، وکالت کوچکن. تو اینا رو همه رو جمع کردی دور خودت، برای همین یهو میتونی حجم زیاد مشتری جذب کنی. الان مثلا من یکی دلایلی ازت سوال میکنم که تو چطور میتونی هندل کنی الان خود سلکت ویزا، خود انتخاب و با اون کارهای حاشیه‌ای که تو دورش چیدی، با اون خدمات تکمیلی که دورش چیدی، ببینی رسما یه بیزنسی میشه و شده در این حد که من الان جای تو باشم میگم من وقت نمیکنم. واقعیتش اینه که من اگه جای تو باشم میگم ببین من واقعا فرصت نمی کنم. این یواش یواش داره از حالت میدیوم داره در میره، از دست من ممکنه در بره بالای 50 تا. تو لیورج میکنی، از آدم قوی استفاده میکنی که میتونی. آکی، متوجه شدم داستانش. گود آفرین. خب این که فکر میکنم میلا جان، من این لایو این برامو چیز شما بکنم بتونم استارت کنم، نه؟ آره فکر کنم میتونی دوباره. آره تقریبا تمامیم، اگه چیزی اضافه داری بکنی من در خدمت هستم. آره حالا اینو داشتی میگفتی که حالا نمیدونم اگه تونستی الان بیای اینجا که این برم نه رو قبلی بازه نه رو قبلی چرا
خب ولش کن بذار من اومد افهم دادی درخواست؟ بله خیلی خوب اوکی. چون من داشتم صدا تو از این ور میشنیدم. آره واقعا واقعیت داستان اینه. ببین یه جایی تو صحبتات گفتی اشتباه هایی که داشتی. آره آره اونو میس کردیم. کجا اشتباه کردیم؟ بدون اشتباه رفتیم. ببین من یه جایی من 3-4 اشتباه بزرگ داشتم تو این جرنی که داشتم. خب یکیش این بودش که کنترل فریک بودم. تو کنترل فریک و تو فکر کنم کنترل فریک و این همه آدم چیز کردی یا بعد از این که چیز شد میگی؟ نه بودم میلاد. نه بودم. تا وقتی کنترل فریک بودم نمیتونستم بزرگ شم. آرایت آره و از جایی که ترس رو گذاشتم کنار شروع کردم با آدم ها اعتماد کردن و نتیجه شروع کردم یواش یواش دیدم این آدم هایی که میتونم ببین ضربه هم خوردم از اعتماد با آدم ها. همه طبیعت بعد دقیقا اون جاهایی که ضربه خوردم از اعتماد با آدم ها دقیقا جاهایی بوده که حسی رفتم جلو میلاد. یعنی مثلا یا یه آدمی از یه جایی خیلی ناجور کار خیلی ناجور اووردم دیدم مثلا ببخشید من اینجوری میگم حالا چون اسم نمیارم دیدم مثلا پدر نداره. خب دیدم که مدام مشکلات روحی داره ولی آدم توانمندی به نظرم میومد حداقل. هی بالا پر بهش دادم هی بالا پر بهش دادم بعد آوردم کنار خودم بزرگ کردم بعد یه لطمه خیلی بزرگ به من زده. توی همین پروسه شاید مشورت 3-4 نفر که به من میگفتن و چیزایی که میدیدم و چشم روش میرسم میگفتم مگر میشه آدمی که من انقدر بهش لطف کردم اینجوری بکنه. یه جاهایی تو اینجا این مدل کار کردن یه جایی ضربه هم میخوری و ممکنه ضربه بزرگ بشه اما چاره ای نداری باید انجامش بدی. اوکی این یه توصیه است واقعا که کار رو به قول تو لیوریج بکنیم. من میگم کنترل فریک نباشیم. و یه اشتباه دیگه اگر بخوام بهت بگم که داشتم یک بازه ای سعی میکردم همه رو راضی نگه دارم میلاد. اینو قطعا میفهمم. آره نمیشه همه رو راضی نگه داری. نه همه کلاینتات رو میتونی راضی نگه داری نه همه کارمندات رو میتونی راضی نگه داری نه همه دوروبریات رو میتونی راضی نگه داری. یه جایی باید به اینجا برسی میلاد که بگی اون شخصیتی که از خودت ساختی تو ذهنت ساختی میخوای جلو بقیه به نظر بیایی باید ازش بگذری. باید برای هدفات قربانیش بکنی و بگی اوکی ببخشید حالا نمیخوام استفاده فلانه حالا راضی نیست من دارم درست میکنم اگر از من این آدم راضی نیست that's okay. یعنی کاملا ازش میگذرم. این 3-4 تا اشتباه هم گفتی اشتباه. این 3-4 تا اشتباه هم به نظرم اومد که حتما بهت بگم. یکی از این آدمایی که من دنبالش انقدر هم زیادن که نمیتونم بگم منتور چون باهاش مستقیما در ارتباط نبودم ولی چون کتاباشو خوندم و فالو میکنمش یه جمله خیلی قشنگ گفتش که میگفتش که اگه اسمش از جان اسراف البته اصلا هم بیزنسی نیست. جان اسراف بیشتر اینسپایرشن و تو مایه های اراده و کارکرد مغز و این حرف هست. ولی یه جمله میگفتش که ببین میگفت اگر دور و برتون همه ازت راضیان مطمئن باش کار بزرگی نکردی چون اگه یه قدم بزرگی چیزی ورداری قطعاً 4 نفر هستن که یا به حال استکاک پیش میاد یا با دشمن میشن یا از کارت ناراضین. و از اونجایی که ما آدمیزاد هیچ وقت نمیتونه یه کاری رو پرفکت انجام بده یواش یواش انجام میده بزرگش میکنه و به هر حال مثل راه رفتن مثل دوچرخه سواری شما چند بار میخوری زمین یک اشتباهاتی میکنی این اشتباه پیش خواهد آمد. شما کلاینت ناراضی مشتری ناراضی اطرافیانت خانوادت به هر حال هستم. من خودم همین لایف بالانس چی ورک لایف بالانس رو هنوزم مشکل دارم سرش که آقا ما کی به خانوادهمون برسیم کی به کارمون برسیم.
بگو لایف ورک لایف بالانس رو تو تنظیم میکنی؟ نه تو قربانی میدی، تو سکریفایس میکنی. من واقعا خودم، خب تو الان بچه نداری، نمیدونم بچه دارم میخوای بشی نشی، اونش به من ربط نداره، ولی من 4 ماهگی پسرم تا 48 ماهگیش تا 4 سالگیش 44 ماهش خاطره ازش درست حسابی ندارم. و این یه میس بزرگ تو زندگیم. هیچ وقت هیچ چیزی توی زندگی تو، حتی میلیاردها میلیارد پول، این 44 ماه اولین پسر تو یا شاید تنها فرد تو ازت بد بر نمیگردونه. اوکی؟ یعنی اینا میسایی که میکنی، واقعا اصلا خاطره خاصی باش ندارم. این بچه خاطره آره میشه، اگه شاید یه سری آدمای قوی تر باشن بتونن این کارو بکنن، ولی خیلی سخته، خیلی سخته. شاید یه آدمی قوی باشه. الان من خودم اگر بخوام یکی از آرزوهامو بگم، حالا تو کارم گفتم بهت، چون سوالت هم بود، تو کارم گفتم من ویژنامو خب نمیگم، فقط ویژن یه سال آینده هم بهت گفتم، ولی توی حتی یکی دو تا آیتمش هم باز بهت میگم. توی ویژن شخصیم واقعا اینه که هرچی دوتر بازنشست شم. میلاد تعریف بازنشست هم این نیستش که دیگه میدونی، تعریف بازنشست هم این نیستش که بشینی خونه هیچ کاری نکنی. تعریف بازنشست از نظر من اینه که توی استیج برسم که اونقدر خیالم از منابع درآمدی دور و برم هنوز نرسیدم، با اینکه وضع مالی خوبی دارم خدا رو شکر به حد خودم، منی که مثلا خیلی ننه بابا پولدار نبودم، به حد خودم خوبم. خب ولی از نظر مالی هنوز به مستج نرسیدم، ولی اگر برسم که یک جایی برسم که میدونم دامون اگر مثلا 4 ماه نری سر کار، 4 ماه فوکوس به کار ندی، هیچ جا نمیتره که، هیچ آواری هیچ جا نمیاد. اوکی؟ الان من درسته 2 ماه ایران نیستم تو داستانه کرونا اینا، ولی خب اگر بودم کار خیلی بهتر پیش میرفت، و دو اینکه خب کل دنیا اینجوری شده، و سه اینکه باز یه قدم احساس میکنم نزدیک شدم، هرچند هنوز دارم روزی 15 ساعت پای کامپیوتر کار میکنم. خیلی دوست دارم تیم، نمیدونم تو هم برنامه هست به اونجا برسی یا نه، ولی خیلی آرزوی به نظر من بزرگیه که تو سن الان 41 سالم داره میشه، تو سن مثلا 45 سالگی بتونم بازنشست شم. همه از بازنشستگی فرار میکنم، ما دوستا این بازنشست شیم. خوبه، به عنوان حسن خیام بیریم با هم میشینیم شطرنج بازی میکنیم توی یکی پارک‌های ملبورن. بعدش نمیتونی شطرنج بازی کنی. بعد چون میخوای بری ایران میگم دیگه. یه پات اونجاست. آقای دوما استاد خطام. 4 تا آدم حسابی که سوشال مدیا، فیسبوک، اینستاگرام، اینایی که به هر حال 4 تا حرف درست حسابی میزنن که به جای اینکه همش ویدیو گربه و سگ و نمیدونم داب اسمش ساسی مانکن نگاه کنیم، 4 تا آدم درسته ما معرفی کن، ما هم فالو کنیم تو سوشال میدیا، دعات کنیم. والا ببخشید، من فکر کنم تو همه سوالاتی که پرسیدی تا حالا سعی کنم یه جواب برات داشته باشم، اما واقعیت داستان اینه که خیلی سوشال باز نیستم. اوکی، نیستی. یعنی اینستا وحشتناکه. چی؟ یوتیوب. حالا میگم بهت، یوتیوبم خیلی دنبالش نمیرم، فقط یوتیوب بعضی وقتا پسرم کارتون بخواد یوتیوب کیت براش میذارم. و فیسبوک هم که میدونی که دیگه، خودت شاید یه اکانت فیسبوک ساختم امروز بتونم باهات صحبت کنم. اوکی. نه نیستم راقت، گفتی خوب. اما من میگم کسایی که هر کسی که روتون حس خوبی میذاره، مطمئنن هر کسی غیر از امثال تتلو و نمیدونم اینجور آدم ها، اینجور آدم ها انرژی منفی هم میلاد، باور کن وقتتون میگیره. نه نمیخواستم واردش کنم، واقعیت اینه که یه سوالی داشتم، این برای خودم الان سوال بخشم کنم میوت کنم. ببین، چون گفتی که تو
فوکوس میکنی به یه چیزی میرسی، حالا تیم داری، قوی کار میکنی، فکر میکنی، مطالعه میکنی و و و در کنارش هم یه سری چیزایی رو قربانی میکنی. منظورم تو هممون ها به هر حال آدم نمیتونه همه چی رو با هم داشته باشه دیگه. خب یکی که بیزنس رو انتخاب میکنه میخواد تا دینش بره، خب باید یه چیزایی هم بتونه قربانی کنه دیگه. قطعا باید از وقت خودش و خانواده‌اش یه مقدار قربانی کنه، قطعا باید از راحتی چند سال اول خودش یه مقدار قربانی کنه، قطعا اون حساب بانکی هر چنگای میاد پایین، دست و دلت میلرزه که ای وای ماه بعد چیکار کنیم، حقوق اینا رو این ماه بدیم، ماه بعد خالی میشیم و و و. این چیزا که هممون داریم دیگه. خیلی‌ها که میگم این یه عده‌ای از مخاطبین هست، من هر وقت صحبت میکنم که آقا فکرای طلاییتون رو تا کی میخواین تو کلتون نگه دارین، یه جایی به خودمون بیایم انجامش بدیم، حالا اگه بلد نیستیم یاد بگیریم، اگه نبریم یه کاری یه قدم برداریم. یکی از مخاطبینم یک دو تاشون کامنت قشنگی گذاشتن که در نوع خودش درست داره، ولی یک پارادوکسیه که اونم اینه که آقا اصلا ارزشش رو نداره. آقا ما اومدیم ماستمون رو بخوریم، ما برای همون آرامش اومدیم، من برای همون مثلا 40 ماه 20 ماه اول زندگی بچه‌ام، من آدم بزرگ شدن بچه‌هامو ببینم. حالا به عنوان یه آدمی که تو مثل خود من بچه پولدارم نبودی که بیارم بذارن جلوت بگن خب بفرما شما پولداری حالشو ببر، مثل شما آدمی بودی که تلاشتو کردی، سکریفایس یا قربانیات هم دادی، الان هم در مسیری هستی که هم میتونی این ور خط ببینی هم میتونی اون ور خط ببینی که آقا مثلا من اگر کارمند میبودم احتمالاً به چه منوالی میرفت جلو، حالا که بیزنس خودم رو زدم و این مسیر پر پیچ و خم اومدم جلو تا چقدر خوب بوده. ارزشش رو داره ریسک کردن، سکریفایس کردن، قربانی کردن بعضی از چیزایی که همیشه دوست داریم. ببین میلاد، من شاید یه چیزی برات جالب باشه بشنوی، من اصلا با پول خرج کردن حال نمیکنم. یعنی نه اصلا نمیدونم، شاید به قول یکی افسردگی دارم، نمیدونم، اصلا پول خیلی برای من جذاب نیست. من دو تا ماشین مثلا شاید 2 میلیاردی تو خونم داشته باشم، با 206 میرم میام، ولی واقعیت داستان اینه که با پول در آوردنه، با جرنی، با این مسیره، با این جرنی حال میکنم. این مسیره یعنی با یه بار دیگه هم بیام بتن یه بار دیگه هم بیام دوباره توی همین مسیر، گفتم به یکی از مثلا اشتباهاتم و یکی از لاستان و یکی از حسرتام اینه که چرا از همون 2013-14 این مسیر رو واسه سلکت ویزا شروع نکردم، چرا از همون موقع کویت نکردم، چرا اون موقع جسارتش رو نداشتم. شاید اگر بحث زندگی خانوادگی و متعلق بودن نبود حتما این کار میکردم، بچه نداشتم موقع. ولی واقعیت مسئله اینه که نه، من درسته این یه حسرته که همیشگی برام خواهد بود، ولی خب دارم سعی میکنم که درستش بکنم. یعنی دارم سعی میکنم اون ساعتهایی که وقت دارم یواش یواش این لایف بالانسر رو برای خودم ایجاد کنم. ولی من مطمئنم که هیچ راهی نیست واسه این که به حالا هر کسی یه چیزی میخواد. من نمیگم اون کسی که میگه من دوست دارم بزرگ مثلا چه میدونم اومدم استرچو، منم دارم. ببین من تو که دیگه میدونی بیشترین تعداد آمار کلاینت های بیزنسی که الان تو استرالیا هستن تو حدود تو 2-3 سال اخیر کلاینت های من بودن. خیلی من همون اندازه که تو حرف میزنی منم با اینا حرف زدم، با این بچه‌ها خیلی هاشون میگن میخوام بریم استرالیا استراحت کنیم، ولی همشون من بهشون تا همون جلسه تو ایران هن و هنوز 1-2 سال مونده بیان استرالیا، چون من استیجی که باشون حرف میزنم اول با تو یه ذره فهم کنم. همون موقع تو ایران من بهشون میگم که نمی کنی این کار رو، نمیتونی، تو پول در آوردی، نمیتونی پول در نیاری، نمیتونی عجیب بخوری. و کسی که لذت کارآفرینی، لذت انترپرنور بودن رو یه بار لمس بکنه، به نظر من، حالا آدم ها با هم متفاوتن، ولی من فکر میکنم که حاضر نیست از این مسیر دیگه ای رو برداره. یعنی من به همه، یعنی هر کسی که دور برم، حتی به کارمندای خودم، یعنی به من به ضررمه. خب کارمنده که هم وقت گذاشتم، آموزش دادم، دارن برام کار میکنن، بهشون نیاز دارم، به اونا هم میگم، بهشون صحبت میکنم، صحبت انگیزشی براشون دارم، بهشون میگم که مقصد نهاییتون زندگی کارمندی نباشه. درست.
یعنی حتما سعی کنید برای خودتون کار کنید، حتما سعی کنید کارآفرین بشید. و من ناراضی نیستم، من واقعا فکر میکنم که نمیشه یه جا نشست و فقط حقوق گرفت سر ما. هرچند هیچ جسارتی، من خودم هم بیشتر زندگیم اینجوری بوده، هیچ جسارتی هم خدمت دوستانی که این طرز تفکر دارن نیست، من فقط خودم رو دارم میگم. من احساس میکنم که اون چیزی که میخوام رو به من نمیده اینجور زندگی کرد. عالی، دمت گرم دامون آریان، شب خوبی بود. از مخلصی به من هم خوش گذشت میلاد، خیلی استفاده کردم. من و تو فکر کنم هیچ وقت فرصت نشده بود که هر وقت میایم هم دیگر میبینیم همش کار کار کار. این سری هم که من تهران بودم فکر کنم من فکر کنم 7 روز 10 روز تو دفتر شما از 7 صبح تا 8 شب بودیم، همش داشتیم کار، دیگه جنازه‌مو میرفت خونه، دیگه هیچ وقت فرصت نشده بود اینجوری چیز کنیم. من یه سری چیزایی، من واقعا میگم من از مایندست تو یه سری چیزای خوبی برداشتم. جان یعنی یه شب فقط تونستیم بریم یه شام با هم بخوریم، ما یاد رفتیم. آره دوباره میام، ولی فرصت خیلی خوبی بود. آره حتما. ما یه سری چون روی کرد سازمانی داریم میلاد، یه نکته هم بگم واسه کسایی که خب تو خودت استاد این داستانی، یه سازمان حتما باید یه سری المان ها داشته باشه. اوکی درست، یه سری المان ها رو حتما باید داشته باشه. مثلا باید نیرو انسانی خوبی داشته باشه، مثلا باید استراکچر خوبی داشته باشه، مثلا باید توتال سولوشن همه جهته بودن خدماتش رو داشته باشه، که حالا من اون دو ما داریم برای کلاینت هامون سعی میکنیم کل جرنی کل مسیرشون رو ما مثلا غیر از اینکه خدماتی گرفتن ویزاشون انجام میدیم، رو بحث زبانشون، رو بحث اینکه مثلا بیز کلاینت بیزنسی دیگه، تو که میدونی با هم کار میکنیم، مثلا کلاینت بیزنسی میخوام بیان استرالیا، بعدا تو استرالیا بیزنس راه انداختنشون، کلاینت اسکیلمون داریم کار میکنیم رو بحث کاریابیشون، میخوان بیان امتحان زبان بدن، هتل براشون راه انداختیم اینجا تو استانبول، داریم سعی میکنیم بعد کلاسایی میخوایم راه بندازیم برای مدتی که منتظر ویزا هستن، که با فرهنگ استرالیا و زبان و اکسنت استرالیایی آشنا بشن. حتی کاریابی تو کشورهای ثالث رو الان داریم انجام میدیم، شروع کردیم، الان داریم با بچه‌ها با کلاینت هم کار میکنیم، کاریابی تو کشورهای ثالث تو بازه‌ای که منتظر ویزا هستن داریم انجام میدیم، که مثلا شما 2 سال قراره تو از تصمیم تا حضور تو استرالیا 2 سال طول بکشه، بیا باید یه کار پیدا کنیم، برو مثلا عمان، بیا برو مثلا ترکیه، بیا برو مالزی، یه مدت کار تجربه کار اینترنشنال داشته باش، یه سیوینگ خوبی هم بتون داشته باش. این یه بخشه. میخوام به اینجا برسم که یه مسئولیت اجتماعی هم دارن سازمان ها. حتما باید برای خودشون یه مسئولیت اجتماعی تعریف بکنن. و من توصیه میکنم حالا اگه کسی از بچه ها هستن که روکر سازمانی دارن، تو این دوره کرونا، تو این دوره که هممون درگیریم، خیلی بیزنس ها دارن لطمه میخوره. من نمیدونم رو بیزنس تو تاثیر گذاشته؟ رو همه تاثیر، رو من هم تاثیر گذاشته. آره من یکی خیلی اذیت نشدم واقعیت، ما چون همش تو بحرانیم، وقتی اومدم ایران همش تو بحران، بعد اصلا کلن هر وقت یه باور کن جدی میگم، هر وقت یه بحرانی میاد دیگه بچه هم یاد گرفتن، نمیان مدیران بچه ها پیش من پنیک بکنن، میان میگم من بهشون آخه من یه مثال دارم، خب یه مثال دارم، ببخشید من اینجوری میگم، بهشون میگم اگه بحران نباشه متوسط ها شاخ میشن. درست، توش خیلی حرفه. خب ولی واقعیت آقا پنجه میرم دادی نرسی، اینم فکرم مال خودمه، این از این آخرش معلومه که ایرانیه. داستان این بحران ها باید استفاده بشه. خب حالا خیلی بیزنس ها استفاده میکنن، این یه مسئولیت اجتماعی این وسط باید وجود داشته باشه. من نمیدونم چی کار میشه کرد، الان حال مردم تو ایران خوب نیست، من بودم تو استرالیا بودم تا 2 هفته 3 هفته از برگشتم دیگه، تو استرالیا حال مردم خوب بود میلاد. آره میدونم، راسته من میدونم الان حال مردم خوبه، درسته عادت ندارن، یه روز پنیک کردن ریختن نمیدونم اون دستمال توالت و بحران دستمال توالت رو ایجاد کردن تو استرالیا، ولی این آخر من داشتم میوردم حال مردم خوب بود.
یعنی اوکی بودن مردم و حالا دولتشون میرسه، دولت میرسه، سه اتفاقا میفته، ولی تو ایران واقعا حال مردم خوب نیست. من نمیدونم چه جوری ما کاری که دستمون برمیاد داریم انجام میدیم تا حد امکان، ولی واقعیت اگه تونی تو اینفلوئنسری و با آدم‌ها تو استرالیا بیشتر از من در ارتباطی، من یه ذره دور شدم از فضای داخل استرالیا، من یه پیشنهاد بهت میدم اینه که یه جوری بتونید بچه‌ها یه کمپینی، منم هستم واقعا هر چقدر دستم بر بیاد، یه کمپینی درست بشه، یه اتفاقایی تو ایران بشه بیفته تو این دوران، چون واقعا حالا مردم تو ایران خوب نیست میدن. آره به پیشنهاده حالا من واقعا این داستان که ملت تو ایران عذاب میشن، این روح جمعی همه ماست. مثلا میبینی یه چهار اتفاق بعد میفته، همون روزایی که مثلا هواپیما رو زده بودن سقوط کرده بود، چقدر حال همه بد بود، بعد تحریما، بعد ببین همه این اتفاقا، اصلا این داستانی که شده یه جوکش کردن دیگه، که میگن آ خدایا، ما میگیم خدایا شکرت، مثلا تو خجالت نمیکشی؟ مثلا تو ایران ما میگیم خدایا شکرت، خدایا تو خجالت، انصافا خجالت. این داستان ببین رو هممون تاثیر، روح جمعی همه ماست، به هر حال ما به هم وصلیم، ما به اون مملکت وصلیم دیگه، خبرها رو دنبال میکنیم. خیلی دلم میخواد بتونیم کاری بکنیم، اگه بتونیم کاری بکنیم ما خیلی خیلی موافقم. من میدونم که تو خود دست خیرخواه و دست بدهی داری، خیلی به خیلی ها کمک میکنی، به خیلی نمیخواستم اینا رو بگم دیگه. تو این مدت هم اگر مؤسسه خیریه جایی که بهش اطمینان داری بود به ما معرفی کن، ما و مخاطبینمون خیلی وقتا چیز جمع کردیم، ولی یه کار اساسی یکم فرق میکنه داستانش. اگه بازوی چیزی کاری تو ایران از دست من مجموعه برمیاد، حالا چون مخاطبای تو خیلی بچهای داخل استرالیان، اگر کمکی از دست من برمیاد، حالا میلادم امین من با میلاد در تماس باشید، من اگه کمکی تو ایران از دستم برمیاد بتونم کمکی به دست کسی برسونم، واقعا نیاز داریم الان تو ایران اتفاق بیفته. حالا نمیخوام جست آدمای چیزو بگیرم، جست آدمای خیلی خوبو بگیرم، چون واقعا نیستم، خودم هم کلی ضعف دارم، ولی واقعیت داستان اینه که این که الان ما نشستیم تو استرالیا، منم خودم بودم دیگه، منم خودم هنوز پاسپورت استرالیام هست دستم، هنوزم استرالیایی حساب میشم، هنوزم هر وقت که بخوام، هر وقت که احساس کنم هر اتفاقی میفته، به قول بچه‌ها حالا خیلی گفتم فرار کرد رفت استرالیا، حالا کار داشتم خدا وکیلی تو استرالیا، زودتر اومدم که مرزا رو بخونم، همون میموندم. آره هنوزم خودم اونوری میتونم حساب بکنم، پس جسارت نباشه. اینکه الان یه آرامشی برامون هستش داخل خاک استرالیا، شاید بد نباشه که حتما هست، که یه ذره به فکر مشکلات که این وقت ایران هست اگر بشه کمکی کرد، حالا چه مالی چه مانه. آفه مخلص، دمت گرم آقا، ممنونتم، خیلی شب خوب، به خانواده سلام برسون، به دوستان اگر رفتی، حالا میدونم که من که ترکیه بله سلام برسون، به زودی میدونم، به دوستان اگر رفتی، حالا میدونم که من که ترکیه نه هستا بیشتر پیش از فوشایی که به خاطر من میخوری از از خواهی میکنم. مخلص این رفیق همین آقا، دوست دارم، مخلص این رفیق همین آقا، شبت بخیر، مرسی، خداحافظ، شبت بخیر، مرسی، خداحافظ.